خندیدن در حالتهای عادی که کار ساده و سهلیه، اما ایتوان دارن که در همه حالت و خصوص حالتهای عادی بخندن و متبسم و گشاده روی باشن. خندیدن در حالتهای غیر عادیه که مردان و جوان مردان به صحنه میاره و نشون میده که یک مرد چقدر مرده و یک جوان مرد چقدر جوان مرده. انسان هایی که در هر حالتی چی عادی و چی غیر عادی گشاده رو و متبسمن، او انسان ها جوان مرد و مردن. اما انسان هایی که در حالت عادی متبسمن و در حالت های غیر عادی نمیتونن بر خود مسلط بشن و کنترل خود رو به دست بگیرن، پس میشه که بگیم او انسان ها آنقدر هم که باید مرد نیستن. بیایم یاد بگیریم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چقدر اتفاقاتی افتاد و پیامبر زود اینا مهار میکرد، مدیریت میکرد، هم در داخل خانواده و هم بیرون از خانواده، و اینا تبدیل میکرد به یک تبسم و خندهی، به یک وضع بانشاتی، به یک وضع سرورآمیزی. و میخاطر بیایم از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یاد بگیریم. در یکی از روزها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ام المؤمنین سوده رضی الله تعالی عنها نشسته بودند و وقت نان حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها غذای میاره و بعد از وقتی که غذا آورده میشه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ام المؤمنین سوده میگن از این غذاها بخور. ام المؤمنین سوده رضی الله تعالی عنها میگه که من از این غذا نمیخورم. پیامبر مجدداً تکرار میکنن که میگن اگر این غذا نخوری، غذا رو بر روی تو میریزم، این غذا رو بر روی تو میریزم. بعدن چندین بار که تکرار میشه و ام المؤمنین سوده از این غذا نمیگیره، حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از این غذاها بر روی ام المؤمنین سوده میریزه و بعدن مقدار از این غذا که باقی میمانه، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با المؤمنین سوده میفرمایند که تو این مقدار غذای باقی مانده بر روی حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بریز. و بعدن میشینن لحظات میخندن و متبسمن و شادن. این چنین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم وضع تبدیل میکرد به یک وضع شادی و سرور آمیزی. ما اگر تونستیم چنین قسم پیامبرگونه شاد باشیم و متبسم و خندان و گشاده روی باشیم، او وقت یک انسان متفاوتیم نسبت به دیگران. بیم این چنین تبسم و خنده در زندگی خو رنگ ببخشیم. عبدالله ابن مبارک میفرمایه که یکی از چیزهای اصلی و میشه بگیم ارکان اخلاقه قضیه خوشرو بودن و گشاده روی بودن و متبسم بودن و خندان بودن. یعنی اگر ما خندان نبودیم، متبسم و گشاده روی نبودیم، شاید که گوشه ای از اخلاقیات ما میلنگه و پایه از او سسته. و میخاطر خیلی مهمه، این نکته دقیقیه که ابن المبارک اشاره میکنه، ما بعد برای که اخلاق ما تکمیل بشه و به سمت کمال اخلاق قدم بگذاریم، بعد که کوشش بکنیم این گشاده رویی بیشتر در خود داشته باشیم. در سفر معراج پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میرن و تمامی آسمان ها یکی پی دیگری در مینوردن و با جبرائیل همراه هم. تمام فرشتگان و ملائک میبینن و بعدن به جبرائیل میگن که تمام ملائک متبسم و خندان بودن الا یک ملک و فرشته. و بعدن به جبرائیل میگن ای کدام ملک و فرشته بود که نخندید و تبسم نکرد؟ و بعدن جبرائیل میگه او دربان دوزخ بود، او از وقتی که خلق شده یک بار هم نخندیده و تبسم بر چهره نیاورده. یعنی انسان باید متبسم باشه، نه ترش رو و ای که گاهی وقتا اخم بکنه. وقت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این چنین وضعی میبینن، چون دوست دارن همه متبسم و خندان باشن، نه که این سوال را از حضرت جبرئیل علیه السلام میپرسه. در یک روز پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خندان و متبسمن و از نعمتهای بهشت حرف میزنن و بعدن میفرماین که الله در بهشت برای بعضی از بندگانی که اینا تقاضا میکنم، یا الله تو برای ما بس بده و زمینی که ما کمی چیزی بکاریم، لذت ببریم با این زرع و کشت و آبیاری و
درو کردن. و بعدا الله متعال همی کار میکنه، یعنی چقدر زیباه که با آن همه نعمت باز بندگان هم تقاضا میکنن که به این چنین چیزی در بهشت مصروف باشه. عربی دیگری میشنوه این حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و با مواشی خو مصروفه و بعدا به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایم ما در بهشت دوست نداریم این زرع و کشته، ما دوست داریم که اونجا چهار پایان و مواشی و ایوانات داشته باشیم. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخندن، تبسم میکنن که ببینین که یک بنده چی تقاضا میکنه و یک بنده دیگه چی چیزی تقاضا میکنه. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه می خنده و تبسم به لب داشتن. حتی وقتی مثلا سوره دوها و سوره کوثر نازل میشه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می خندیدن. ببین ما هم پیامبرگونه متبسم و خندان باشیم. تبسم و گشاده رویی از بهترین ارزش‌های والای اخلاقی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما به ودیعت گذاشته. ما چگونه میتونیم در زندگی یک انسان متبسم و خندان باشیم؟ چی عوامل در زمینه متبسم بودن و خندان بودن ما را کمک میکنه؟ جناب استاد عزیز و گرامی ما، خوشحالم که شما در کنار خود داریم. محترم عبدالسمی صادقی، میخواییم که از شما پیرامون تبسم و گشاده روی بیشتر بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا همه متعال سپاسگزارم که به فرصت برای ما داد که به جلسه و به برنامه مبارک شما اشتراک کنم. ممنون شما و تشکری خاص دارم از این تلویزیون خیلی مبارک شما که این برنامه خیلی خوب رو تولید میکنم، فرصت میدم برای جوان ها که بیایم به برنامه شما بیایم و چیزایی که دارم بالاخره بیان کنم. خود تبسم و گشاده روحی یک صفت خیلی ویژه از انسان‌های خیلی بزرگه و کسایی که قلب بزرگ دارن و اونو یاد گرفتن که چی رقم خود زندگی کنار بیایم به رسالتی که خداوند متعال به شما از اینا گذاشته اون همین بتونم به نحو احسن پیش ببرم. یعنی کسی که آدم متبسمیه ای به این معنی نیه که او مشکل نداره، غم نداره، یعنی چالش به زندگی از اونیه، بلکه یاد گرفته این زندگی چی رقم مقبول پیش ببره و تمام از این چالش ها به نحو حسن تعامل کنه. بله بله. و اثر بعد هم سر از این نگذاره. پس این متبسم و خندان بودن یک مهارته که بعد انسان یاد بگیره در زندگی. بله از بله مهارته. بله الگوی ما پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم اونا از همه بیشتر دغدغه داشتم، مصروف بودم، کار دعوت در پیش می بردم، یک رسالت در بزرگی به شونه از اون الله متعال گذاشته بود، اونا از همه بیشتر متبسم بودن. یعنی اونی اگه نبوده کنه دغدغه نداشته باشن بله. مثلا از این شهر به این شهر، از این دیدن از این نفر به این دیدن از این نفر بله. از این برنامه به این برنامه بله. باز میبینین که اولادای نام 6 تا خود اینا دفن نکردم نه بله. اتقه ماهای مثلا مادر خورو چی رقم از دست دادم، پدر خورو که اصلا ندیدم، ببو خورو همین رقم. یعنی تمام از این ویژگی ها میبینین که سالهای سخت در سپری میکنن بازم متبسم. گویا کمی رسالت اسلام برای ما میاموزانه که شما در شدیدترین حالات هم میتونین راحت لب بخنده باشین و زندگی خوبان هم اصلا پیش ببارین. این چیز از جدایه بح. اصلا خدا هم نمطالم انسان طوری آفرده که این بدن از این سازگری داره، خود تبسم، خود خوشروحی. یعنی کسی که غمگین باشه، گرفته باشه، حالت مغموم داشته باشه، اطرافی آخر هم میبینی خود به خود تاثیر بعد میگذاره. برعکس از او که باز خوشروی داشته باشه و آدم متبسم باشه این تاثیر خیلی خوب سر دگرا هم بگذاره. بله. نه تنها که خودی رو خوش میکنه، دگرا هم خوش نگه میداره. بله. پس ما انرژی تبسم و خنده میتونیم جناب استاد گرامی به دگرا انتقال بدیم، همون قسم که میتونیم انرژی غم و اندور به دگرا انتقال بده. او در واقع انرژی که انتقال میده از انرژی درون از اونه، از قلب بزرگ از اونه. او چرا خیلی شاید متبسم نشد تا زمانی قلب انسان بزرگ نشه. ما مثلا از عواملی که انسان متبسم نگه می‌داره اگه بیان صحبت کنیم، یکی از اون همین قلب انسانه. بله. که نفر قلب داره، قلب خیلی بزرگ، قلب قانعی داره، قلب شاکر داره، قلب به اصطلاح داره که راضیه به رضای الله متعال، سپاسگزار الله متعال، یعنی امید داره، توکل داره. این اصلهایی که الله متعال به خدمت گذاشته استفاده میکنه. برعکس اگر باز انسان بیاد از این اسلحه‌های شیطان استفاده کرد، مثل حسادت نسبت به اطرافیا حسود بود، بازی کی میتونه خنده و لب داشته باشه؟ مدام غمگینه، مدام افسرده، مدام گرفتار. مثلا کسی که به غیبت کنه،
کسی بیای سخنچینی کنه، کسی بیای از این اصلاح شیطان استفاده کنه، خود طبعا این از قلب نشأت میگیره. بله، پس با تا اینجا چنین نتیجه میگیرین جناب استاد که انسانهایی که دارای قلب بزرگن اونا متبسمن و انسانهایی که قلب بزرگ ندارن متبسم و خندان نیستن؟ طبعا این تاثیر میگذاره. یعنی قلب هر کس که صافتر پاکتر و ارتباط او قلب و الله متعال بیشتر باشه، کمتر باشه، او متبسم تر. و دومین عامل که انسان میتونه شاد نگه داره و انسان متبسم باشه و ذهن مانه، میگم در کتاب فی موافی یک بحث مولانا داره، میگه انسان میتونه ذهن خود باغ جور کنه، بستان جور کنه و هم میتونه یک جای جور کنه که خانه مارها و عقرب ها باشه. باز شهر میده میگه تو از انسان خود موجود اجتماعیه، با اطرافیان که تو ارتباط داری، خود از اینا نشست و برخاست داری، حتما این دقیقه امکان نداره که کلا خوب باشه، هیچ عیبی نداشته باشه، امکان هم نداره که مثلا بد باشه. بعد میگه هر کسی که با اطرافیات هست از او یک چیز خوب به ذهن تو باشه که هر وقت از یاد میکنی تو لبتو به خنده بیایه، این میشه که تو در محیط باغ زندگی میکنی، در محیط بستان زندگی میکنی. برعکس اگه تو باز ذهن خودت رو جور کردی که هر کس کل خوبی های بگذشته کنار، یک نقطه منفی گذشتی، همون هم ذهن تو باشه خود خودی چرخ میدی و چرخ میدی، هم مزه که تو رو یاد کنی مثل عقرب طور میکنه خود تو چرت و پس عبوس میشه و گرفته میشه. و میگه تو تلاش کنی که همه ذهن خود باغ جور کنی، بستان جور کنی، خیلی کار سختی که نفر تلاش کنه ذهن خود تو چیزی نمیتونه. بله، یعنی تمام خوبی ها همه که تمام بدی ها نفر بود بشانه همون قسمت خوبی رو ذهن خودش داشته باشه. خیلی سخته. و همه ذهن انسان عادت داره، خب احساسات که به وجود داره میگن غم که طولانی ترین مدت در بابا میمونه، نفر درگیر میکنه 127 ساعت میگه همین ذهن غمگین، این همین تر نفر غمگینه، همین تر کلنجار بره خود همین غم. یعنی یک غمی آماد بعد از ایجاد از 127 ساعت به انسان نظر میاد، متاثر میکنه و همین تر تاثیر قرار میده. خب چی نیازه نفر بره دنبال ذهن خود، دنبال نکات منفی کسی بره که او بیه خراب کنه؟ همین نکات خودی راحت زندگی میکنه، میتونه زندگی خود راحت پیش ببره. و اگر پیدا کنه یک عاملی که نفر میتونه متبسم باشه، او مثبت اندیش بودنه. همین نسبت به موضوع اطرافیان، خب ما معمولا هر واقعی که اتفاق میفته دو حالت داره. مثلا ما برام بیری شما از خونه سکل خور میدارن یا واسکل خور یا متحرکت میکنن سمت پنده، یک بامین پنجره، این دو حالت داره. یک حالت همینه که چه سای کتو میگون که چون به چند سیر سای کتو کار به هدش و فلان همه گپای منفی میزنم، اما مندم که واسکل رقم تخریب بشه. یک حالت دیگه است که من میگون که خواست خود همی بوده دیگه، آجل اقدام میکنم به خوش روی ایر جمع میکنم. خال شما بگین که نفر به حالت که اول گفتم که گپ منفی بزنم میتونه شاد باشه، هرگز نمیتونه شاد باشه. یا مثلا مادر که طفل از این میبینه شک شوخی کرده یا گلاس افیش افتاده شکسته، بعد اینجا این مادر میتونه یک جغ محکم بکشه بچه خورم بزنه، خب بدن یا هم میتونه یک توسن طرف طفل خودش باشه و گلاس جمع کنه دیگه. خب شما بگیم که دو حالت مادر متوسم میمونه، خب طبعا ولت اولی که بزنه خراب میشه، خود هم طفل خراب میمونه. یعنی تو میتونه ما با شما از این برداشت کنیم که ذهن مثبت اندیش خیلی تاثیر داره، میتونه که نفر خوش نگه داره. معمولا انسان مثبت اندیش یک صفت خیلی خوب دارن که اونا میگردن، شما اگر 99 تا نقطه منفی وجود بدین اون میگرده کجا مثبتیه، که همون خود خوش کنه حالت رو خراب نکنه. اما انسان منفی باف، انسانی که منفی اندیشه، 99 تا گزین مثبت به جلوی باشه، 99 خوبی به زندگی باشه، هم میگرده کجا یک منفی که همون خود غمگین کنه. خدا به اون زندگی هرچی بداده، ما دا میبینه رفیقی که یک چیزی از او بیشتر داره، همین همه کنار گذاشته میره دنبال از خوی انسان کی میتونه مثبت تواصل کنه، فرصت تواصل نمیشه. یعنی این باعث ای هم عامل که نفر به سر از تبسم اگه مصبرندی باشه انسان متبسم بار بیاره، انسان متبسم باشه. و گپ دیگه که خیلی قضیه مهمه که اگه ما خواسته باشیم تبسم به لب ما باشه، متوجه زبان خوب باشه. بعض وقتا ما یک گپی به یک نفر میگیم و توجه هم به اون نمی کنه، اما همون گپ یک عمره به دل همون نفر خودی خود کش میکنه میره. اما بستگی داره ما اشته گپ بزنیم، مثبت یا منفی، گپ خوب یا گپ منفی. اگه گپ خوب بزنیم او شاد میکنه، خب ما او که ببینه شادی از او تحصیل میگذاره، ما خود به خود میبینه که متبسم میشه. یا یک تحنی بزنی یا یک خاره بزنی او تغییر کنه، او نفر عمری او گپ از یاد نمیره خود. و ما میبینه حتما اگه اکسال عمل نشون بده که به چهره او میبینیم، وقتی او تا چهره او جلو ما باشه، خب طبعا ما خب متاثر میشیم، این تا دم باز تاثیر بودن خراب میشه. بله، پس این خیلی فکر میکنم این عوامل باعث میشه ما تلاش کنیم سر از این قضایی که نسبت به قلب خوب و توجه از این قضایی باشن که قلب ما چیره هم قلبه و ذهن ما چیره هم ذهنیه، فکر ما و ایده ما که نسبت به برنامه ها و اتفاقات روزانه چیره غمه اینا رو مثبت برداشت میکنیم منفی. و همینجوری متوجه زبان که خیلی قضیه مهمه.
اینا باعث میشه که آدم به اصطلاح متوازن باشه. بله، خندان باشه مثل شما. بسیار دقیق جناب استاد گرامی، ممنون شما، خواهش میکنم. بحث اصلی اینه که حالا وقتی که انسان متوازن و خندان بود در زندگی خود، همین تبسم و خنده گلازی بر لبان فرد مثلا شکوفه کرده، این چی آثار میگذاره در زندگی فرد؟ خیلی سوال خوب پرسان کرده، خیلی ممنون شما. اولا خوب بیترین آثار همینه که خود از این نفر راحت زندگی میکنه، فکر راحت، دغدغه نداره، تشویش و اضطراب هم نداره. و از طرف دیگه باعث از این میشه که سالم بمونه و سالم نگه داره، جامعه اطرافی ها خود سالم نگه داره. یعنی اگه انسانی که عبوس باشه، غمگین باشه، مخموم گرفته باشه، این خود از اینکه نتونه زود مریض میشه، با آثار عوارض مختلف گرفتار میشه، مریضی چون قلب میگم گرفتار میشه و نمیفهم دیابت و فلان و فلان و فلان، مریضی اعصاب و استراب و این چیزهایی که مریضای روانی پیش میشه، اینا گرفتار میشه، دیگر آدم همین هم چیز جور میکنه. خب اثرات اینه که خود از این سالم میمونه، یک محیط خانواده سالم داره، طبعا یک پدر که متبسمه، یک مادر که متبسمه، اولادش بالکل فرق میکنه از من دیگر. بله، اما یک مادر که یک پدر خیلی اعصاب خرابه، من هر چیز گیر میده و مدام گرفته، بچه های کم جرأت گفت صحبت کردن نمیتونه. یعنی برادر یا خواهر یا پدر یا مادر یا معلم، بر هر محیط کس با همی چهره خو میتونه بیترین کار رو انجام بده، محیط سالم نگه داره. بله. از طرف دیگه ما میتونیم ما صحبت کنیم که از این چهره بشاش ما میتونیم خیلی ارتباط غیر کلامی خوب بر دایر کنیم. نه. ما خود موجود اجتماعی ما میخواهیم که این پیام ما بر کسی بشنوه. خب پیامبر نمیشنوه تا زمانی که در ما چیزی نبینه. میگه همین زنبور به سراغ گل میره که در او یک شهدی داشته باشه، به سراغ هر گل نمیره. میگن که همین شهد همین انسان مؤمن و همین کسی که میخواه مردم خیر برسونه، همین چهره از اینه، اخلاق از اینه، رفتار از اینه، و این میتونه از این چهره که بشاش و نشیط خو و با اهداف که بلند که داره میتونه خیلی مقبول به مردم ارتباط برقرار کنه. ما شما متوجه میشن که از هر چهره یک برداشت میشه. بعض وقتا شما میرین یک کتاب خونه میبینین که هستی همینجه کتاب میخونه، آدم خوش رویه، بس آجه خود ارتباط برقرار میکنه، از او استفاده میکنه، من کتاب خونه، اما اگه ببینین اعصاب خراب باشه نادیده فرار میکنه میرین. بعد طبیعی یعنی میتونه ما با شما ایدر هم به ای بحث رو به پایان برسانن که انسان متوسم آدم سالمیه، آدم نشیطیه، آدمی که زندگی خوبه حسن پیش میبره و ای یاد گرفته مسئله را چی رقم حل کنه و همچنین به اطرافیان خود انرژی پخش کنه، انسان مثبت مثل باران داری به هر جا نفع میرسونه، هم شاد نگه میداره و خودی هم شاد زندگی میکنه. این میتونه مهمترین اثرار ان شاء الله ما و شما به بعد طرف دیگه اثر دیگه هم که الله متعال ای طور زندگی کرده که الله از ای یعنی خدا راضیه به رضای پروردگار. این خیلی گپ خوبیه که خداوند متعال از او تشکری میکنه دیگه. تو همینقدر ما تو چیزایی که تو رازی تو دنبال چشم تو دنبال دیگه مردم نیه، تو دیگه مردم چه بالا پایین نمیکنی، تو هرچه که ما تو شاکری، تو صابری، این صفات هم میبینی ریشه از بر میشه به تبسم خنده بوده. یعنی بس این خیلی قضیه مهمیه، کسایی که میبینید اخمو گرفته هم او بیچاره ما درک کنه، او من یاد نگرفته اشته زندگی خود پیش ببره، اشته مشکلات حل کنه. هر کسی باز خودی بشینه امارات ها رو باز یاد بده، باز امیر خم میتونه که زندگی خوب نه واسه پیش ببره. بله بله، بسیار دقیق جناب استاد گرامی. پس ما چنین نتیجه میگیریم که انسان هایی که خندان و متبسمن مردم بیشتر دوست دارن به اونا باشن و با انسان هایی که متبسم و خندانین مردم از اونا دور میشن. انسان های متبسم و خندان بهتر میشه بگیم که سرسخت‌ترین دشمن خود را تبدیل به یک دوست میکنند و انسان‌هایی که متبسم و خندانین ممکن بهترین دوست خود را تبدیل به یک دشمن بکنم که از اونا. پس این تبسم و خنده میتونه اثرات بسیار زیادی در زندگی انسان مسلمان داشته باشه. استفاده بودیم از سخنان گوهربار شما، ممنون که قدم رنج فرمودین و به برنامه ما تشریف آوردین. سلامت باشین، تشکر، خیلی نازک ما فرصت دادیم. با عزت باشین، شما شنیدیم، استغفر الله، خدا نوتال به شما خیلی بده، تشکر بازم دارم از تلویزیون اصلاح که خدمت رسانی میکنم، آگاهی میدم مردم شما. اصلاح و اینا رو پیش میبرم و خیلی شما لطف داره. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه میفرمودند که شما هیچ کار حقیر و ناچیز نشمارین. لا تحرقن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلقين.
شما هیچ کار نیکی حقیر و ناچیز نشمارین، حتی ای که برادر خود با چهره گشاده و متبسم و خندان ملاقات بکنین و با او مواجه بشین، چرا که این از صدقات و از کارهای نیکی که بر اعمال انسان میافزاید و الله متعال به سبب این پاداش جزیلی بر این فرد عنایت میکنه. برادر خود را میبینیم، پدر و مادر خود را میبینیم، کارمندای خود را میبینیم، در محیط کاری، در بازار با کسی روبرو میشیم، دوست خود را میبینیم، استاد خود را میبینیم، شاگرد خود را میبینیم، با همین تبسم و خنده که میتونیم زندگی همه را تغییر بدیم. شاید با تبسم و یک خنده بشه دغدغه کسی برطرف کرد، تشویش کسی از بین برد، روح کسی نوازش داد. بیم این تبسم و خنده فراموش نکنیم. عبدالله ابن عمر میگه نیکی چیز ساده ایه، خیلی چیز ساده، یک چهره گشاده داشتن و سخن زیبا و طیب به زبان آورده، یا یکی از اوزای پیرامون اکرام مهمان میپرسن، میگه یک بشاش و خندان بودنه و سخن پاک و زیبا و طیب به زبان آوردنه. ما اگر وقتی میخواییم که مهمانار مورد اکرام قرار بدیم، این چنین تعامل و برخورده با اونها داشته باشیم. تمام کسانی که در اول اوش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم زندگی میکردن، همین بشاش بودن و خندروی بودن و مزاح کردن گاهی وقتار تجربه گرفته بودن و آموزش گرفته بودن تا چنین کار انجام بدن. نعیمان از صحابه های شختب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در یکی از روزها نعیمان با سویبت و ابوبکر رضی الله عنه اینا میرن به جای و بعدا وقت ظهر فرا میرسه که میخواد چیزی میل بکنه و خود نعیمان گرسنه هم هست، به سویبت میگه که تو از این مقدار غذا برای من هم بده و بعدا تا من میل بکنم گرسنه. سویبت میگه نه، باشه که حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیایه، بعدا باز من از این غذا برای تو هم بده. اما نعیمان پافشاری میکنه، اصرار میکنه که ما بعد این غذا رو بگیرم و بعدا وقتی که نعیمان متوجه میشه سویبت نمیده این غذا، میره به نزد چند تاجر و میگه که من یک غلام و برده دارم و این غلام و برده من کمک لجباستره، ممر به عنوان سید و بادار و آقای خود قبول نداره، شما بیاین این خریداری بکنین با هر قیمتی که شما دوست داشته باشین، من این برای شما میفروشم و شما به حرفای از او توجه نکنه. و بعدا میاین و سویبت بزرگ هم که شده میبره و نعیمان میشینه و این قضاها رو هم میل میکنه و گرسنگی خود رو برطرف میکنه. بعدن ابوبکر رضی الله تعالی عنه که میایه کجا شد سویبت، به نعیمان میگه کجا شد سویبت و بعدن نعیمان میگه که من فروختم به عنوان یک برده. ابوبکر میخنده و میرن پیش تجار و دوباره مسئله رو برای از اونها میگن تا سویبت باز میکرده. این داستانه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنن و نقل میکنن، پیامبر خدا آنقدر میخندن که دندانهای مبارک از اونا دیده میشه. بیم ما هم این چنین وضعی داشته باشیم، متبسم باشیم، خندروی باشیم، چرا که از ویژگی های اصلی یک انسان مسلمان امی خندروی بودن و گشاده روی بودنه. پیامبر خدا آنقدر گشاده روی بودن که زنان وقتی که میخواستن چیزی پرسان بکنن، بیشتر دوست داشتن با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در تعامل باشن، بودن در کنار پیامبر خدا برای از اون خیلی سخت نمینه بود. حتی در جای آمده که وقتی زنان مشغول آموزش از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بودن، حضرت عمر وقتی که میایه همه میرن پشت حجاب و حضرت عمر رضی الله عنه میگه که چرا اینا رفتن، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که چرا که من نرمترم و تو کمی سختتر برخورد میکنی و تعامل تو اندکی سختتره. به همین خاطر بیاییم ما هم انسانهای گشاده رو و متبسم و خندانه باشیم. نشستم به امیدی به انتظار تبسم، که غنچه غنچه برویم شوم بهار تبسم، غبار آینه ام را زهرچی کینه زدودم، که عکس پاکی دل را کنم نثار تبسم. اگرچه کینه شروعی برای فاصله ای شد، میکنم من شروع اکنون به اعتبار تبسم. تو هم زمین خدا را از عشق و عاطفه پر کن، که بشکند کمر غم به زیر بار تبسم. و عرف آخرم این که پرنده باش و بهاری، لبان غمزدگان را ببر دیار تبسم، لبان غمزدگان را ببر دیار تبسم.